سلام به همه دوستان عزیز، من رسانم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو خیلی بمب. بهتون قول میدم این ویدیو بمب میشه. یه ویدیوی من چند وقت پیش که بهتون چی بگم، مثلا 3 ماه پیش 4 ماه پیش من ضبط کردم راجع به آنباکس تمام کنسولای پلی‌استیشن، که من رفتم از کانال The Relaxing End رفتم ویدیوهاشو گذاشتم روش، ریاکت رفتم و بهتون قول داده بودم تو اون ویدیو که حتما من یه روزی کل کنسولای پلی‌استیشنی که خودم دارم بهتون نشون میدم. و امروز همون روزه. امروز میخوام تمام کنسولای پلی‌استیشنی که دارم بهتون نشون بدم، به غیر یکیش که هنوز نتونستم بخرم و میخرمش که اونم PS5، ولی به غیر PS5 میخوام همه کنسولایی که دارم بهتون نشون بدم، براتون توضیح بدم و بهترین بازی که روی هر کدومشون بازی کردم و خیلی باش خاطره دارم بهتون نشون بدم. بعدش اگه کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکنین، سابسکرایب بکنین که بریم به سمت 2000 تا سابسکرایب. اون زنگوله بغلش هم بزنید و اگه اینستاگرام دارید در اینستاگرام پیج رسان.شو رو فالو بکنید. بدون وقفه بریم که این ویدیوی بمب رو بهتون نشون بدم. دوست بدم و تک تکتون. بریم توی ویدیو. خب دوستان عزیز، میخوایم شروع بکنیم از اولین کنسول پلی‌استیشن، یعنی پلی‌استیشن 1. اینجا ما بهش نمیگفتن PS1، یعنی اسمش PS1 نبود. PS1 از کنسول اسلیم این جذاب شروع شد. وقتی این جذاب ریلیز شد، یعنی منتشر شد، دیگه همه میخریدن، رو کوچولوه هست، اون اسمش PS1 بود. ولی این به عنوان پلی‌استیشن حتی یکم جلوش نبود، فقط به عنوان پلی‌استیشن که یه آرمی هم اینجا داره که ای به این عنوان شناخته میشد، که دو تا دکمه داشت. دکمه اجکت بود، یعنی این در این باز میشد که اینجا دیسک قرار میگرفت که یه دون لنز خیلی هم حساس بود. البته بهتون میگم این مشکیه کلن عوض میشد. این یک که اینم اینجا میبست، خیلی صدا بالی هم داره. یه دکمه پاور آن آف داره که خاموش روشن میشه، یه دکمه ریست داره، اینم که خاموش روشنشه. ببینید و جلوش دو تا جا کنترلر داره که در دو تا کنترل پشتیبانی میکرد، دو تا جای مموری کارت داره که این به این صورت قرار میگرفت. نگاه بکنی به این صورت میاد اینجا قرار میگیره. 1 مگابایت اگه اشتباه نکنم ظرفیتش بود. چپ و راستش که هیچی نیست، اینم پایینشه، این پشت که هیچی نیست. این پشت جای کابل برق، فیش ایویش بود، این از HDMI که پشتیبانی نمیکرد، فیش ایوی بود. این خیلی چیز جالبه بود. این یه دستگاهی داشت، حالا اسمش نمیدونم چی، اگه میدونی توی کامنت ها بنویسید. یه دستگاهی داشت، این دستگاه رو شما میذاشتی روش، میتونست مموری استیک بذاری که مثلا بتونی بازی رو حافظش بازی بکنی، چیزی که من میدونم. و گیم شارک هم بود، یعنی شما اینو که میذاری میتونستی از یک سری چیت هم استفاده بکنی واسه بازی ها. در کنی اولین کنسول پلی‌استیشنی که من داشتم خیلی باش خاطر دارم و بازی که من روش خیلی خاطر دارم بازی کردم، بازی هرکولس بود که میبینید. بازی هرکولس، خیلی من این بازی رو دوست دارم. اولین بازی بود که من روی پلی‌استیشن تجربه کردم و خب خیلیاتون شاید انیمیشن هرکولس دیده باشین و بازیش رو شاید بازی کرده باشین. خیلی من این بازی رو دوست دارم که دیسک هرکولس، همونطور که دارید می‌بینید این دیسک ها بچه‌ها عکسای دیسک اورجینال نیست، ما اینا رو تو ایران دیسک اورجینال خیلی کم میگیم. دیسک‌های اورجینال پلی‌استیشن بچه‌ها پشتشون نقره‌ای نیست، پشتشون مشکیه. حالا بعد دیسک اورجینال پلی‌استیشن دارم بعد بهتون نشون میدم، ولی این بازی بود که من خیلی دوست داشتم و خیلی باهاش خاطره دارم، بازی هرکولس روی کنسول پلی‌استیشن 1. خب بریم سراغ نسل بعدی کنسول پلی‌استیشن که همه همون میدونیم پرفروش‌ترین کنسول تاریخ، یعنی PS2. دیگه از اینجا اسمش شد PS2. دیگه ما اینجا نمیگفتیم پلی‌استیشن 2، یعنی خود تونی اومد روی کنسول نوشت PS2. حالا نمیدونم توی ویدیو معلومه اینجا هک شده PS2. این نسخه اسلیمه، یه نسخه فت داره که خیلی گنده است. این نسخه اسلیمه. یه رازی هم روی پلی‌استیشن هست، حالا من خورده زوم میکنم، ولی این آرم پلی‌استیشن تکون میخورد، یعنی شما میتونستی این کار بکنی و میتونستی اینو بچرخونی به این صورت هم میتونستی هنجا. یعنی این تکون میخورد. این کنسول جای USB هم داشت. بعدها به خاطر همین جای USB این کنسول ها همه فلش خور شد و جلوش هم دقیقا ببینید کنترلراش عین کنترلر پلی‌استیشن 1 بود، یعنی دقیقا فیشاش، مینی جای فیشاش عین اون بود. این دوتا هم که مموری کارتاش بود، که مموری کارتاش دقیقا عین مموری کارت PS1، فقط رنگش مشکی بود. مموری کارت پلی‌استیشن 2 بود یا PS2 که 8 مگابایت ظرفیت داشت که دقیقا اینجا قرار می‌گرفت. و
جلوی کنسول خیلی اتفاقای خاصی داره. یه دکمه اجکت داره که این در باز میشه و اینجا دیسک قرار میگیره و اینم دکمه پاورشه. یه بار میزدیم، یعنی مال نسخه اسلیمو بهتون میگم، اگه یه بار میزدی باز ریستارت میشد، اگه نگه میداشتی کل کنسول خاموش میشد. و خب این هم دیسک درایور بود هم DVD درایور، اینجا خودش نوشته، یعنی بازی PS1 هم روی این کنسول اجرا میشد. پشت قضیه رو که میبینیم، اولین کنسولی بود که کابل لن رو ساپورت میکرد، یعنی شما میتونستی این کنسول رو با کنسولهای دیگه اگه پیشت هست میتونستی وصل بکنی یا به نت وصل بشی یا میتونستی بازی ها رو به صورت شبکه و لن بازی بکنی. این اولین کنسولی بود که از قابلیت لن پشتیبانی میکرد و دقیقاً بازم HDMI نبود، یه فیش AV عین خود PS1 و کابل برق. چیز دیگه ای نداره، خیلی کنسول جذابه. من خیلی زیاد با این کنسول خاطره دارم، خیلی خیلی زیاد، و بهترین بازی که من روی این کنسول بازی کردم و فکر کنم اکثر شما هم همین بازی رو میگید، بازی God of War که من ویدیو شورتش هم ضبط کردم که من این بازی رو خیلی دوست دارم و به نظر من بهترین بازی که روی PS2 ریلیز شد، نسخه یکش. نسخه دوش که میشه گفت، یعنی به نظر من بهترین فرانچایزی که روی پلیستیشن 2 ریلیز شد بازی گاداواره و فکر کنم اکثر شما با من هم نظری. بریم سراغ نسل بعد و گنده ترین و سنگین ترین کنسول پلیستیشن، یعنی خیلی سنگینه، PS3. من همیشه گفتم خوشگل ترین کنسول پلیستیشن PS3 فته. فقط تنها ایرادی که داشت خیلی زیاد سنگینه، یعنی من الان بذارمش اینج اصلا با یه وضعیتی من اینو گرفتم، خیلی کنسول سنگینه. نمیدونم، بارها هم گفتم نمیدونم چرا سونی انقدر این کنسول رو سنگین ساخت، ولی خیلی جذابه. این طرح روش، طرح چی بهتون میگم، شیشه است که جای اثر انگشتم خیلی روش میمونه، ولی خیلی زیباست. اینجا از جلو که نگاه چطوری بگیرم خیلی سنگین، اینجا این جای CD بود، CD توش قرار میگیره و لمسی بود، اولین کنسولی بود که لمسی بود، یعنی دکمه اجک بود که CD میومد بیرون و پاور و ریستارتش هم اینجا بود و دو تا جای USB داشت که اولین کنسول پلی‌استیشنی بود کنترلرهای وایرلس پشتیبانی میکرد و شما فقط از طریق این USB کنترلرها رو شارژ میکردید. این نسخه 40 گیگه که من اومدم هاردش رو عوض کردم، یه هارد حالا بیشتری گذاشتم، نزدیک 300 گیگابایت براش گذاشتم چون توی حافظه‌اش هم دوستاشم بازی بزنم. چپ و راستش خیلی اتفاق خاصی نمیفته بچه‌ها. این یه بار گفتم این یه نوع امیولیتر هم هست، یعنی شما بازی PS1 روش اجرا میشه، بازی PS2 به یه نحوی روش اجرا میشه، بازی PS3 هم اجرا میشه. پشتش اولین کنسولی بود که از قابلیت HDMI پشتیبانی میکرد که یه HDMI LAN هم داره، فیش AV PS2 PS1 هم بهش میخوره و کابل برق و اینجا یه دونه دکمه آن و آف برق هم داشت که شما میتونستی پاورش رو ببندی که خیلی خوب بود، چیزی که روی PS2 اسلیمی که من داشتم این قابلیت نبود و روی PS3 بود. کمرم درد گرفت، اقدی کنسول سنگینه، بذاریمش پایین. بهترین بازی که روی کنسول PS3 تجربه کردم و خیلی باش خاطره دارم، بازی آنچارتد 1 دریکس فورتیون، اگه دارم اسمش درست میگم. کاور کاره که دیسک اصل بازی PS3 و یه دونه آرت بوک یا کاتالوگ، دفترچه نمیدونم، اینجا هم هست و من این بازی رو خیلی باش خاطر دارم، خیلی دوستش دارم، حتی باشم گیم پلی ضبط کردم براتون گذاشتم، کارتش میاد بالا میتونی روش کلیک کنی ویدیو رو ببینیم. خیلی کنسول جذاب PS3 و بهتون میگم خیلی سنگینه که این شاید به ابهتش اضافه کنه و به نظر من PS3 فوق العاده بود، خیلی توی ایران فروش نکرد. دلیلش هم به خاطر این بود که Xbox 360 خیلی بازیاش در دسترس‌تر و ارزون‌تر بود نسبت به PS3. میریم سراغ کنسول بعدی که یه کنسول همراهه. من به نظر من بهترین کنسول همراهی که داشتم کنسول PSP یا PlayStation Portable یا پورتاب، نمیدونم. این کنسول من خیلی باش خاطر دارم، خیلی زیاد. این اولین کنسول همراهی بود شرکت سونی طراحی کرد، خیلی هم موفق بود، خیلی زیاد موفق بود، جزء کنسول‌های پرفروش حساب میشه. حالا اون اولی‌ها نیست ولی جزء کنسول‌های پرفروش حساب میشه. فقط تنها بدی که داشت از یه دونه آنالوگ پشتیبانی می‌کرد
بیشتر بازی‌های خیلی از بازی PS2ی که روی PS2 ما بازی کردیم روی PSP هست. حالا مثال اگه بخوام براتون بزنم مثل Crash of the Titans، مثل Scarface، خیلی از بازی‌ها مثل Prince of Persia، خیلی از بازی‌ها. و یه چیز خیلی جالبی هم داره، یه نوع امیولیتر هم هست، یعنی شما می‌تونید تمام بازی رترو، سگا، میکرو اینا رو روش بازی بکنید. بازی PS1 فوق‌العاده روی کنسول اجرا میشه. و خب این شارژی بود که وقتی شارژ میکردی چیزی بوده مثلا 2 ساعت فکر کنم میتونستی، اگه فول شارژ بود میتونستی بازی بکنی و خیلی عالیه، خیلی جذابه. به غیر گیم میتونستی باش موزیک گوش کنی، میتونستی باش فیلم نگاه کنی. و بهترین بازی که من روی کنسول بازی کردم که ندارم ولی روی حافظه‌شه، بازی God of War Ghost of Sparta، فوق‌العاده است. خیلی میرفتن PSP می‌خریدن فقط به خاطر این بازی. و به نظر من God of War Ghost of Sparta بهترین بازی PSPه. بریم سراغ آخرین کنسولی که میخوام بهتون نشون بدم از شرکت سونی و پلی‌استیشن، کنسول PS4. چی بهت بگم، خیلی این کنسول جذابه. سومین کنسول پرفروش دنیاست، یعنی فکر نکنید این سومین کنسول پرفروش دنیاست، یعنی بعد PS2 و نینتندو DS این کنسول پرفروش ترینه. PS4 خیلی فروش کرده، یعنی شرکت سونی این کنسول رو خیلی فروخت. کنسول فوق‌العاده‌ایه. از سال اگه اشتباه نکنم 2013-2014 فکر کنم این کنسول ریلیز شد، ما به الان هنوز داره میفروشه، با اینکه PS5 اومد ولی هنوز داره میفروشه. کنسول بی نهایت قدرتمندی، اصلا درصد خرابیش خیلی کمه. و اگه بخوام راجبه این کنسول بهتون بگم، شکلشه که میبینید اکثرا اصلا شما آشنایی ده که من اومدم برچسب لست آف آس 2 یعنی الی رو روش گذاشتم. خیلی من این کاراکتر الی رو دوست دارم و این بازی رو من به نظر من بهترین بازی من تو عمرم بازی کردم لست آف آس 2. بارها گفتم اصلا انقدر که این بازی اصلا از یک بازی هم فراتر بود، یه فیلم بود، یه درام بود، اصلا احساس که خود تو بازی انقدی بازی بود. و بخاطر اینقدر من دوست داشتم، انقدر تحت تاثیر من قرار داد این بازی که رفتم برچسبش رو روی پلی‌استیشن هم گذاشتم. این نسخه اسلیم 1 ترابایت جفت دسته، یعنی دوتا دسته داره. جلوش خب دوتا جای USB داره، دیسک داره که شما میتونید با CD بازی بکنید، دکمه آن و آف و اجکت. خیلی اتفاق خاصی نمیفته. پشتش هم خب کابل LAN، یعنی جای فیش LAN. و این فقط دیگه HDMI بود، یعنی دیگه از این نسخه از PS4 دیگه شرکت سونی اومد جای فیش AV رو کلن قطع کرد و فقط اومد جای HDMI گذاشت. و یه دونه فیش داره، نمیدونم بهش میگن چی، پایینش نوشه IUX، حالا نمیدونم. دوربین روش قرار میگیره که اگه من بخوام دوربین رو بهتون نشون بدم، این دوربینه پلی‌استیشنه که شما میتونید با پلی‌استیشن استریم بکنید، که حتما من یه بار ویدیو رو بهتون یاد میدم که چطوری میشه با این دوربین و پلی‌استیشن استریم بکنید. این فیش این دوربین قرار میگیره روی همین جای IUX که میگی. و خب در کل میخوام بهتون بگم خیلی کنسول جذابیه و خیلی از گیمرهای ایرانی میدونم اکثرشون دارن کار گیم و استریم و یوتیوبری دارن با همین یک کنسول انجام میدن، با همین یک کنسول دیگه. آریا کوکسر همتون میشناسین، میگه من با یک کنسول هم ویدیو ضبط میکردم، هم ادیت میکردم، همه کارام فقط با یک کنسول بود. البته اون پلی‌استیشن نمیگفت، Xbox One. در کل بازی که من خیلی باش خاطره دارم روی، یعنی اولین بازی که من بازی کردم روی پلی‌استیشن که خیلی بازی کرده بودم ولی خیلی باش خاطره داشتم، بازی GTA V بود. من GTA V رو روی PS4 بازی کردم خیلی جدی و بهتون نشون بدم دیسک GTA V که من دارم مپ کل لوسانتوس رو داره و خود دیسک بازی و خب یه سری حالا برگ مرگم توش هست. در کل به صورت جدی GTA V رو روی PS4 بازی کردم و خیلی باش خاطره دارم با این بازی. یه چیزی هم بهتون بگم، از کنسول PS3 دیگه کلن قضیه مموری کارت حذف شد و دیگه تمام سیوا توی حافظه دستگاه انجام شد. خب دوستان عزیز، این کل کنسول های پلی‌استیشنی که من دارم، البته پلی‌استیشن کنسول دیگه هم دارم ولی کل کنسول هایی که از شرکت سونی بود اینان، فقط جای PS5 خالیه که بهتون قول میدم PS5 و PS Vita، این دوتا رو من ندارم، بهتون قول میدم اونا رو تهیه میکنم و ویدیو آنباکس، ویدیو ریویوش رو حتما براتون میذارم. خود دوستان عزیز امیدوارم خوشتون اومده باشه، نظرتون رو حتما بنویسید، کامنت بذارید، این ویدیو رو لایک کنید که باعث دلگرمی برام من. و اگه هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب بکنید. بوس بدم آقا تک تکتون تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.